الهلال بود. بله ما بازی خیلی خوبی بود که اتفاقا من یه تگ زدم یارو زد تو سر من، تو هم بازی آزادی بود. بشتون حتی میتونی خواهد گرمز داشته باشه با مش تو سر بازیکن تیم دیروزی عبدی زد. ببینیم تصمیم قید علی کلا اصلا یه چه اثر خوبی داره. حالا ما این چیزی که می‌بینیم یه مقدار به دور از اون مسائلی است که یک مهمان در زمین میزبان انجام میده. یعنی اگر انتظار خشونت رو از پیروزی می‌داشتیم چیزی طبیعی بود چرا که اومده نتیجه بگیره، اما اینجا برعکس میشه کار و یک اخبار رو میگیره 13 اینجوری با مشک زد تو سر من. من پیچیدم به خودم که ببینم کارت میدن، یک کارت قرمز دادم بهش. اشتباه نه دوازده بعد 13 اش طرفه ناراحت هست یعنی زاویه معلوم بشه که داره 13 اش. بله سلمان آل عمران یا آل عمران که یک اختار رو به رفرهای کوتری میگیرن. خب عبدی هم برمیگرده به بازی، منتظر هستیم که اعلام بکنه علی‌الله بازی میدان و هم صحنه رو میبینیم. کمک میکنه یه تکل از عبدی هست، حالا میتونه خطا باشه. این حرکت رو میگه با مش تو سر عبدی میزنه. ما ده نفر هم زور اون بهشون نمیرسید، واقعا تیم فوق‌العاده‌ای بودن. دفع میکنه عبدالله خلول داده تماشگر رو فریاده، تماشگر هم بر میخیزه به جهتی که این تو خطا بوده که اون رو هم حیصل عبدالله خطا نمیدیده این رو خطا اعلام میکنه. فرشاد از رو سرش اشتراد میشد، برگردونم به پاش نگرفت و بعد افتاد جلو پای کرمانی زمین نخورده. ساند که شد من پریدم، اگر تو فیلم دقت بکنیم با مدافع میپرم و رو سر ما رد میشه، چون من هافبک وسط بودم 4-4-2 بازی میکردیم، ولی من خیلی جنب و جوش داشتم میرفتم و میومدم. گرمانی هم واقعا فوق‌العاده مشتبه گل زد و روپا و فوق‌العاده زد، یعنی جوری زد که دیگه جای هیچ بحث و گفتگویی نذاره. ولی ما با همون یکیش تموم شد. البته بعد بازی فرشاد اومد و میگه پاس گل خیلی خوبی بهت دادم آقا مشتبه. چه پاس گلی من دادم؟ خاطر بزنید دو گل اشتباهی اومد دست من. راحت میخندیدیم بچه‌ها، حتی تو وسط بازی میخندیدیم. یعنی مثلا آقای فنونی‌زاده بزرگتر من هست اونجا، مرتضی رو میگم اصلا اینقدر بامزه بود مثلا ما یادم میاد توی مرتضی هم بود. بله من نمیدونم، ولی اون بازی بحثای خیلی خوبی رو داشتیم. خیلی مثلا ما توی ریاض با همین تیم بازی میکردیم، حالا اینو بگم شاید چیز نباشه، ولی داشتیم به مزاح میگفت، میگفتش که خب یکی از اونا وهابی بود، ریشش بلند بود و شورت هم نمیپوشید، شلوارک تو اون گرما آستین بلند اصلا عجیب بود. دفاع چپ هممونو دریبل میکرد میما شوت میزد به دروازه، از دفاع چپ شروع میکرد همه رو دریبل میکرد میما میزد، که ایران هم نیومد حتی که مرت. ما حالا دقیقه مثلا 70-80 مرتضی میگه حالا ما همه داریم میبینیم خسته ای و مرتضی میگه بابا یکی جلوی مهمه رو بگیره داره میاد، همه ما میخندیم. اونا میگن خدای اینا چی میه، چرا حالا تو این موقع ما اینقدر فشار گذاشتیم، چرا میخندن؟ حرفای خیلی بامزه ای میزدن و از قصد هم اینا رو میگفتن که ما بتونیم شاداب بشیم، بتونیم میدونید آدم. من قبلا نمیدونستم اینو، ولی الان بعد از اینکه خیلی رفتم هم خوندم هم رفتم خارج از ایران تحصیل کردم، اونا رو میدیدم تو فوتبال مخصوصا. هر ورزشکاری یه موتور ثانویه داره، بعضی حتی یه موتور سومی دارن، موتور درونی ها که مثلا بعضی ها میگن انگیزشه، بعضی ها میگن مثلا به قول معروف آدرنالین ترشح میشه و از اینجور داستان ها، بعضی ها میگن یوهو به خودش میاد، مثلا دیدی بعضی ها رو سیلی میزنن به قول کشتیگی چیزا رو بوکسور ها رو. ولی واقعا اون موتور که اگه بخواد روشن بشه میتونید خیلی کارا رو انجام بدید و شاید این شوخیایی که میکردن و یا اون تعصبی که روی پیرم بود و یا اینکه نخواستن به شکست، یعنی فکر شکست یه فکر باطل بود تو ما و همیشه فکر پیروزی بود و این شاید همیشه موتور ما روی موتور اول که کار میکرد کار تموم میشد
اگر موفق نبودیم موتور دوم روش هم شد، یعنی ما 120 دقیقه میدویدیم و بعد از من یادم میاد بعضی روزها وقتی من میبودم همه خسته بودن بعد از بازی، من یه روز خودم قبل از بازی و بعد از بازی وزن کردم، یه ترازوی گذاشته بودن اونجا، خیلی دیگه تکنولوژی اون موقع بالا بود، یه ترازو گذاشتم، ما قبل از بازی خودم وزن کردم رفتم تو زمین، اومدم 2 کیلو کم شدم، 2 کیلو خورده، یعنی 2 کیلو وزنم کم شده بود، یعنی این یعنی اینکه واقعا خیلی هم نه من همه بچه ها تلاش میکردن، من خودم امیدم رو همین حساب این بحث ها و این بحث های انگیزشی خنده ها در شرایط سخت موتور دوم آدم روشن میکنه.